خب ولتاژ تقریبا رسید، باید اندکی بالاتر بره. خب اوپ امپ خروجیش فعال شد و این چراغ روشن شد. سلام، ما قصد داریم که یک مدار تایمر تأخیری بسازیم. به سه روش میتونیم این کار رو انجام بدیم. اول میتونیم از ترانزیستور و زنر استفاده کنیم، یا میتونیم از آیسی های تقویت کننده عملیاتی یا همون اوپ امپ ها استفاده کنیم، یا میتونیم از آیسی های گیت استفاده کنیم. هر نوع آیسی گیتی میتونه این کار انجام بده. راحت این راه برای این کار استفاده از اوپ امپ یا تقویت کننده عملیاتی که ما میاییم از حالت مقایسه‌گر این آیسی استفاده میکنیم. ما میتونیم از این مدل از آیسی ها و یا حتی از مدل شانه ای استفاده کنیم. هیچ فرقی نداره، هر نوع اوپ امپی رو شما میتونید تو این مدار استفاده کنید. من ابتدا مدار رو براتون میکشم و شرح میدم، بعد مدار رو با هم میسازیم و بعد از اون به کمک اسیلوسکوپ عملا اون رو بررسی میکنیم، ببینیم که مدار چجوری کار میکنه و در انتها هم میایم مدار رو بهینه میکنیم. پس ما قصد داریم که به کمک اوپ امپ یک مدار تایمر تأخیری بسازیم. ما این خط رو به عنوان ولتاژ مثبت در نظر میگیریم. پس 12 ولت رو در اینجا داریم. در این مدار من از 12 ولت استفاده میکنم. و 0 ولت در اینجاست. اینم خط 0 ولت یا همون گراند. حالا نیاز به یک آیسی اوپ امپ داریم. اوپ امپ ها رو به صورت مثلث نشون میدم. این پایه یک هست. من از اوپ امپ 4558 استفاده کردم که دو تا تقویت کننده عملیاتی داخلشه. از یه دونه دارم استفاده میکنم. پایه 8 به ولتاژ مثبت وصل میشه. بس میخوره به اینجا. پایه 4 0 ولت یا گراند هست. بس اینم گراند. حالا دو تا ورودی داریم. یکی مثبت و یکی منفی. همون اینورتینگ و نان اینورتینگ. غالبا این اعداد مخالف این علامت ها هستن. مثلا اگر پایه مثبته غالبا عدد 3 داره یا پایه 3. پایه منفی عدد 2 داره، یعنی پایه 2 منفی. ما میدونیم که یک اوپ امپ تفاضل بین دو تا پایه ها رو حساب میکنه. پس اگر ولتاژ ورودی به پایه 3 که مثبته بیشتر باشه، خروجی بیشترین مقداره. این مقدار، یعنی 12 ولت رو در اینجا میندازه. البته کمی هم اوپ امپ مصرف میکنه و 12 ولت کامل نیست. حالا اگر ورودی پایه منفی بیشتر باشه، اوپ امپ کمترین مقدار رو میذاره که در واقع همون صفره. بس خروجی میشه صفر. الان ما باید برای پایه 2 یک مقدار ثابت رو در نظر بگیریم. من این کار رو به کمک تقسیم مقاومتی انجام میدم. پس در اینجا باید دو تا مقاومت بذاریم. مقاومت اول رو به خط مثبت وصل می‌کنم. اینجا. این مقاومت اول. مقاومت دومم در اینجا قرار میدم. اینو می‌ذاریم R2. مقدارش هم من در این مدار 2.2 کیلو در نظر گرفتم. اینو می‌ذاریم R1. اینم 2.2 کیلو. چون مقدار این دوتا مقاومت یکسانه در تقسیم مقاومتی و طبق فرمول این ولتاژ نصف میشه، بس 12 ولت تقریبا 6 ولت در اینجاست. من مطمئنم که شما فرمول تقسیم مقاومتی رو بلدید. برای یادآوری دوباره می‌نویسم. بس این بخش خروجی هستش، میشه Vout. ولتاژ ورودی Vin، مقاومتی که به گراند متصله R2، در اینجا R1 به علاوه R2 که اگه این مقادیر رو در اینجا قرار بدین ما 6 ولت رو در اینجا خواهیم داشت. حالا ما میخواییم کاری کنیم که وقتی یک زمان خواسته شد ولتاژ پایه مثبت بیشتر از منفی بشه و خروجی اوپن فعال بشه. چیزی که باعث میشه ما بتونیم ولتاژ رو به تدریج بالا ببریم
یک مقاومت و خازن هست تا بتونه ولتاژ رو ذخیره کنه، همون مدار RC. پس من در اینجا رو پایه 3 یا مثبت یک خازن رو باید قرار بدم. به گران متصل میکنم. این مثبت خازنه و این منفی خازنه. من از خازن 1500 میکرو استفاده میکنم که بعدا دلایلش رو براتون میگم. شما میتونید این مقادیر رو به دلخواه تغییر بدید. حالا ما میخوایم به چه سرعتی این خازن شارژ بشه؟ بس نیاز به یک مقاومت داریم. حالا اگر بخوایم زمان رو تعیین کنیم، بس به جای یک مقاومت، مقاومت دومی هم اضافه میکنیم به صورت ولوم یا پتانسیومتر تا بتونیم اونو بچرخونیم یا تنظیم کنیم و میزان زمان رو به کمک اون به دست بیاریم. پس در اینجا یک مقاومت ثابت قرار میدیم، مثلا 100 کیلو، و در اینجا باید ولوم یا پتانسیومتر بذاریم. من در این مدار از پتانسیومتر یا ولوم 50 کیلو استفاده کردم. شما میتونید تمامی این مقادیر رو به دلخواه تغییر بدید و نتایج رو ببینید. حالا در بخش خروجی هر چیزی رو میتونیم قرار بدیم. فعلا من یک LED قرار میدم تا کارهای مدار رو بررسی کنیم و در انتها مدار رو بهینه میکنیم. بس در اینجا یک مقاومت 1 کیلو قرار میدم و در ادامه یک LED رنگ دلخواه. پس این مقاومت 1 کیلو هستش. حالا برای اینکه متوجه بشیم برق مدار وصل شده، میتونیم یک LED دیگه قرار بدیم مستقیما بین ولتاژ مثبت و منفی. پس LED دوم رو به این دلیل میزنیم که نشون بده ولتاژ وارد مدار شد. دوباره یک مقاومت 1 کیلو و یک LED دیگه هم در اینجا قرار. این LED رو میتونید قرمز در نظر بگیرید. تا اینجا مدار تمومه. فقط یک نکته میمونه. اگر برق مدار قطع بشه، این خازنی که در اینجا هست باید به سرعت خالی بشه تا خروجی اوپن فعال نمونه. پس ما این کار رو به کمک یک دیود انجام میدیم. از پای مثبت یک دیود در اینجا قرار میدیم، به ولتاژ مثبت متصلش میکنیم. این دیود میتونه 4007 باشه، 1N4007 یا 4001. پس وقتی برق مدار قطع بشه، یعنی ولتاژ مثبت و منفی قطع بشه، ولتاژ ذخیره شده در این خازن به سرعت از طریق این دیود تخلیه میشه. خب پس از این مدار میخواییم استفاده کنیم. همونطور که دیدید مدار بسیار ساده است. حالا میریم با هم مدار رو میسازیم و برمیگردیم و مدار رو امتحان میکنیم.
خب مدار الان آماده کار هستش. من میخوام به کمک اسیلوسکوپ دو تا نقطه رو اندازه بگیرم. یکی پایه 3 که باید ولتاژ به تدریج بالا بره، یکی هم پایه 2 که ولتاژ ثابتی داره. پس وقتی ولتاژ پایه 3 به پایه 2 برسه و اندکی از اون بالاتر بره، خروجی اوپن باید فعال بشه و این LED رو روشن کنه. من در اینجا LED قرار دادم، شما میتونید هر چیز دیگه مثل رله یا یک ترانزیستور و هر چیزی که دوست دارید قرار بدید که در انتها همین مدار رو من براتون بهینه میکنم. پس الان میخوام ولتاژ رو وارد مدار کنم و اسیلوسکوپ رو به پایه 3 و 2 متصل کنم. پراپ اول رو رو پایه 3 میذارم. پراپ دوم رو پایه 2. منفی اسیلوسکوپم به منفی متصل میکنم. حالا ولتاژ رو میخوام وارد مدار کنم. 12 ولت رو وارد مدار. خب رو دکمه اوتو اسیلوسکوپ میزنم. خب توجه بفرمایید، این رنگ آبی که در اینجا میبینید همون ولتاژ تقسیم مقاومتی ماست که در اینجا ایجاد کردیم رو پایه 2. این رنگ زرد رنگ که داره آرام آرام به سمت بالا میره ولتاژ پایه 3 هست، یعنی خازن در حال شارژ شدن هست. پس وقتی این خط زرد به این خط آبی برسه، یعنی ولتاژ به اندازه ولتاژ پایه 2 برسه، خروجی اوپن فعال میشه و این چراغ روشن میشه. در اینجا دقت کنید، ولتاژ آبی رنگ روی 6.4، ولتاژ خط زرد به آرامی داره افزایش پیدا میکنه. ما این کار رو به کمک این ولوم میتونیم انجام بدیم، یعنی اگه این ولوم رو تغییر بدیم میتونیم زمان شارژ شدن این خازن رو تغییر بدیم. حتی میتونیم این مقاومت 100 کیلو رو برداریم، منظورم اینه مقدار بیشتری بذاریم یا مقدار کمتری بذاریم. بس شما با تغییر این مقادیر میتونید زمانی رو که این خازن شارژ میشه تغییر بدید. اگر زمان طولانی تر میخواید این مقادیر رو بالاتر ببرید. توجه کنید ولتاژ داره همچنان با آرامی بالا میره. مگر این ولوم رو کم بکنم ولتاژ سریعتر بالا میره. الان حدود 5.12 هستش، در حالی که ولتاژ روی 6.4. منبع تغذیه من روی 12.6 هستش. ولتاژ پایه 3 داره به 2 نزدیک میشه. باید از این رد بشه تا این چراغ روشن بشه. خب ولتاژ تقریبا رسید، باید اندکی بالاتر بره. خب اوپن خروجیش فعال شد و این چراغ روشن شد. حالا من برق مدار رو قطع میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی در اینجا میفته. خب همونطور که دیدید ولتاژ خط زرد که همون پایه 3 ما هست، یعنی در واقع خازن هست، به کمک این دیود سریعا تخلیه شد. اگر این دیود رو در اینجا نذارید، در واقع این دیود رو میگم، اگر این دیود نباشه این خازن به آرامی تخلیه میشه و خروجی اوپمپ همچنان فعال هست. یک بار دیگه ولتاژ رو وصل کنم. پایه 2 سریعا به کمک تقسیم مقاومتی ولتاژ میگیره و پایه 3 به تدریج باید ولتاژش بالا بره. حالا برگردیم به این مدار و ببینیم چطوری میتونیم این مدار رو بهینه کنیم. این مدار میتونست یک LED رو بر ما فعال کنه. حالا اگه ما بخوایم یک رله یا یک دستگاهی که جریان زیادی رو میکشه فعال کنیم، دیگه نمیتونیم از خروجی اوپن به طور مستقیم استفاده کنیم. بس در واقع این بخش از بین میره. ادامه مدار رو من در این ور میکشم. بس این پایه 1 خروجی هست.
در اینجا یک مقاومت میذاریم. حالا میتونیم از یک ترانزیستور استفاده کنیم. ترانزیستور NPN. این امیتره و در اینجا کلکتور. اینم بیس. فعلا چون از ولتاژ 12 داریم استفاده میکنیم، مقاومت 1 کیلو اوم کافی. البته این مقاومت باید محاسبه بشه و ما میخواییم ترانزیستور کاملا روشن بشه. حالا باید یک رله در اینجا قرار بدیم. پس از ولتاژ 12 بوبین رله رو در اینجا متصل میکنیم به کلکتور. امیتر رو به گراند متصل میکنیم. شما میتونید یک دیود هرزگرد هم در اینجا بذارید که البته چندان نیاز نیست چون این مدار تعداد قطع و وصل های زیادی نداره. این یک دیود معمولیه. 4007 یا 4001 هم میتونید قرار بدید. حالا برای اینکه بتونیم روی بوبین ثبات بیشتری داشته باشیم، امکان داره جریان مدار کافی نباشه. میتونیم یک خازن هم در اینجا قرار بدیم. این مثبته و این منفی. مقدار این خازن هم میتونید 470 میکرو در نظر بگیرید. کافیه. این خازن چون باید شار و دشارژ بشه، بس در زمان قطع و وصل رله کمی تأخیر ایجاد خواهد کرد. برای ترانزیستور هم میتونیم یک خازن قرار بدیم. اگر جریان کافی برسه و ترانزیستور بخواد روشن بشه، این خازن اول باید شارژ بشه. پس کمی تأخیر بازم در زمان ایجاد میکنه. خازن رو در اینجا میذاریم. این منفیه و این مثبت. بازم میتونیم از یک خازن 470 استفاده کنیم. پس به یاد داشته باشید. اگر در مدارتون از این خازن ها استفاده کردید، کمی زمان قطع و وصل با تأخیر بیشتری انجام میشه. حالا خروجی رله رو میتونیم به هر چیزی وصل کنیم. هم میتونیم از همین مدار 12 ولت رو بگیریم، هم میتونیم از ولتاژ AC استفاده کنیم و خروجی AC رو به هر وسیله‌ای بدیم. پس در اینجا ما خروجی AC رو خواهیم داشت. این کل این مداره که به این صورت کار میکنه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.